ایلاوارا همونطوری که شما خودتون نشون دادین دقیقا جنوب سیدنی و مهمترین شهرش وولونگانگ. سه تا شهر داره، یکی وولونگانگ، یکی شرهالبره، یکی کایاما. حالا یه توضیحات کوچیکی در مورد کایاما هم میدم، ولی خب شهر اصلی اونجا همون شهر وولونگانگ دیگه. کل منطقه 305,000 نفر جمعیت داره و وسطش هم 1124 کیلومتر مربع، 119,500 تا شغل اونجا ایجاد شده و در حال کار هستن و 17.5 میلیارد دلار هم تولید ناخالص منطقه ایش. این یه توضیح کلی بود. خب نزدیکیش به سیدنی که خب که اصلا یکی از مزایاش در واقع یکی از دلایل رونق اقتصادیش همون نزدیکی به سیدنی و اینی که توی کوریدور بین سیدنی و ملبورن، بین سیدنی و کمبرا در واقع قرار گرفته و فاصلش هم تا خود سیدنی از مرکزش 83 کیلومتره، 83.7 کیلومتر، تقریبا کنم یه ساعت و 20 دقیقه با ماشین راه باشه. آره، اگر حالا شما این سمتی باشین که نزدیکتر باشین به ایلاوارا یا وولنگانگ، خب حتی شهرهایی هستن توی خود سیدنی که با 30 دقیقه رانندگی میتونین شما برسین به وولنگانگ. یعنی کسانی که این بر سیدنی هستن توی این مناطق هستن که نزدیکتر میشه به وولنگانگ، خب فاصله شون طبیعتاً خیلی نزدیکتر میشه دیگه به کسانی که اون سمت سیدنی هستن، این بر سیدنی هستن. بنابراین پوزیشن شما در سیدنی خیلی مهمه که فاصلتون با اون در واقع ایلاوارا مشخص میکنه که چقدر فاصله داشته باشیم. پس نه اینجا گفتی که دولت های محلی یا همون LGAش یا کانسیلاش سه تا هستن، درسته؟ سه تا هستن، بله. یکی وولونگانگه، یکی شل هاربره، یکی هم کایاماه. در واقع سه تا دولت محلی دارن. LGA هم لوکال گاورمنت ایریا، یه چیزی معادل همون شهرداری های خودمون هستش. قبلا اینا رو توضیح دادیم، ولی من بعضی ها رو دوباره میگم که حالا که سایت مثلا اگه نمیدونن یه یادآوری بشه. خب اهمیت ببخشید، هر کدوم از این دولت محلی یا شهرداری ها جمعیتشون چقدره؟ ببین وولونگانگ 219,000 نفر، یعنی تقریبا بیشتر جمعیت از 305,000 نفر اونجاست. شل هاربر 18,000 نفر جمعیت داره. کایاما 5,000 نفر جمعیت داره. اما کایاما یه اهمیت خیلی مهم داره. کایاما یه منطقه فوق‌العاده توریستیه. من آمار رکورد گرونترین افزایش از 2021 تا 2022 رو نگاه میکردم، رکورد دست یه سری خونه هاست تو کایاماست. یعنی یه دلید. خونه بوده که با 1.5 میلیون دلار خرید شده که 46% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. توی استرالیا خیلیه 46%. دلیلش هم اینه که یه منطقه خوش آب و هوا و جذاب و زیباست و در واقع کسایی که تو سیدنی زندگی میکنن خیلی تمایل دارن که ویلاشون رو اونجا بخرن. کایاما بیشتر اهمیت در واقع توریستی و گردشگری داره. میخوای یه لحظه برای دوستان توی نقشه کایاما رو بیارم نشون بدم تا دوستان ببینن که میگه که زیباست منظور چی هستش؟ ببینید اینجا در واقع کایاما هستش. این شهر زیبای کایاما هستش که واقعا هم زیباست. ببینید این شهر که چه ارز کنم، بیشتر یه روستای پیشرفته است دیگه که خیلی من آمارش رو میخونم، در واقع تحلیلش رو میخونم که چرا خونه ها گرون شده. نشون اکثرا کسایی که تو سیدنی هستن و ثروتمندن اونجا تمایل دارن خونه بخرن که رفت و آمد آخر هفتهشون اونجا داشته باشن. دقیقا. به خاطر همین حالا علاوه بر مسائل اقتصادی، حالا شرایط کووید و اینا که حالا بحث امروز نیست، علاوه بر اون قیمت مسکن اونجا خیلی بیشتر از بقیه جاها شاید بالا رفته باشه. دلیلش همین زیبایی و نزدیکی به سیدنی و طرفداری زیاد بین مردم سیدنیه که بیان اونجا یه خونه بخرن. البته برای دوستانی که با بیزنس ویزا میان، خب طبیعتاً بعدا مقصدشون وولنگان خواهد بود. وولنگان، بله دیگه 5,000 نفر جمعیت چیزی نداره که بخوان اونجا برن. آره. بیزنس را بندازن.
و واقعا زیباست بولنگا، یعنی فوق‌العاده است. آب و هوای خوب، شهر ساحلی، یه شهر خیلی باریکیه که میبینید کاملا در امتداد ساحل کشیده شده بولنگان، و همین این هم زیباییشو خیلی بیشتر کرده این شهر بولنگان رو، که واقعا خیلی شهر جالبیه، خیلی جالبه. من یه بولنگان شهر چندین بار عمودیه، اصلا اسم آره بولنگان به زبون محلی استرالیایی میشه صدای دریا، که دقیقا میگن از شمال تا جنوبش که میری صدای دریا میشه، چون شهریه که حالت عمودی داره، یعنی از بالا پایین عرضش کمه، طولش زیاده. دقیقا دقیقا.